صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود از وضعیت اقتصادی ایران پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 3.7% و تا سال 2029 به تنها 2% کاهش خواهد یافت. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی رشد اقتصادی ایران را به طور چشمگیری کاهشی پیش بینی کرده است. بر اساس این گزارش رشد اقتصادی کشور در سال جاری به 31.7% و در سال 2025 به 3.1% کاهش خواهد یافت، به طوری که تا سال 2029 به تنها 2% خواهد رسید. این در حالی است که پیشبینی رشد 8% برای برنامه 5 ساله هفتم دولت ایران تحقق نخواهد یافت. عوامل متعددی در این کاهش رشد اقتصادی مؤثرند. گزارش ها نشان می دهد که نسبت سرمایه گذاری های انجام شده به تولید ناخالص داخلی از 40% در سال 2023 به زیر 37% در سال 2029 سقوط خواهد کرد. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به 1.5 میلیارد دلار کاهش یافته و فرار سرمایه در سال گذشته رکورد تاریخی 20 میلیارد دلار را ثبت کرده است. بدهی دولت نیز به شدت افزایش یافته و انتظار می رود تا سال 2029 به 23000 تریلیون تومان برسد. این افزایش بدهی ها و نقدینگی منجر به بروز تورم افزار گسیخته شده که پیش بینی می شود در سال جاری به 31.7% و در سال آینده به 29.5% برسد. این شرایط به وضوح نیاز به اصلاحات جدی اقتصادی و توجه به قوانین مالی و سرمایه گذاری را نشان می دهد.